گشت ارشاد یه مصوبه بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد در واقع سال 2005 یعنی 1384 که احمدی نژاد سر کار اومد، اون موقع این رو مصوبه رو تصویب میکنه و بازوی اجرایی این مصوبه نیروی انتظامی بوده تو جمهوری اسلامی. اما چیزی که مهمه اینه که این طرح خیلی سریع مورد حمایت در واقع سران حاکمیت قرار میگیره. شخص خامنه‌ای مشخصا در سخنرانی مختلف حمایت میکنه از این طرحی که به طرح جامعه عفاف معروف شد به مرور زمان، و در خلال اجرای کردن هم خب یه سری تغییراتی اتفاق افتاده، ولی در نهایت هدف اصلیش این بود که بتونه پوشش زنان رو تحت کنترل خودش در بیاره. یعنی هدف اصلی این طرح این بود. البته شاید از همین ابتدا بد نباشه اشاره کنم که این جنبشی که اخیرا تو ایران اتفاق افتاده هدف اصلیش واقعا گشت ارشاد نیست. درسته گشت ارشاد بهانه‌ای بوده به خاطر اینکه این اتفاق در واقع به واسطه گشت ارشاد اتفاق افتاده، ولی در ادامه توضیح میدم که چرا مطالبات زنان و مطالبات کلیه معترضین جامعه الان فراتر رفته از گشت ارشاد. ولی به هر حال گشت ارشاد فضای ناامنی رو، برخلاف ادعایی که داره، فضای بسیار ناامنی رو در سالهای اخیر برای زنان فراهم کرده. تقریبا کمتر زنی در ایران هست که تجربه، مخصوصا در شهرهای بزرگ، که تجربه این حداقل یک بار دستگیر شدن توسط گشت ارشاد رو نداشته باشه. رفتار گشت ارشاد با دستگیر شدگان، کسایی که در واقع جرم انگاری میشن به خاطر جرمی که مرتکب نشدن، خیلی رفتار تحقیرآمیزیه. تروماهای زیادی تجربه میکنن خیلی از این زنایی که دستگیر میشن، ضمن اینکه خیلی از این زنا بعدا مورد سرزنش خانواده هاشون قرار میگیرن. یعنی تحت یک نظام سرکوبگر جامعه تر در واقع تحت سلطه اون قرار میگیرن و کمک میکنن نهادهای سرکوب هم دیگر تقویت میکنن. یک بدنش دولت، یک بدنش خانواده است، یک بدنش دینه، و همه این سرکوب در واقع جنسیتی با همدستی همه اینا با هم اتفاق میفته. و گشت ارشاد در واقع این بود، یعنی فضا رو برای زنان تنگتر کرد. از بعد نیست شاید مخاطبا بدونن که از بعد انقلاب، از اولین روزهای بعد انقلاب، یکی از مهمترین کسانی که در واقع سیبل و هدف سرکوب نظام اسلامی جمهوری اسلامی قرار گرفتن زنان بودند. و تظاهرات خیلی بزرگی زنان در همون سال 57 علیه حجاب اجباری برگزار کردن. صداشون متاسفانه هم از طرف خیلی از اعضای اپوزیسیون، حتی چپ ها، موقع شنیده نشد. خیلی مسئله زنان رو کسی جدی نمی گرفت و هم اولویت های بیشتر، یعنی اولویت های دیگه تعریف شده بود تو اوایل انقلاب. ولی یه مسئله مهم دیگه اینه که در سالهای بعد که اصلاح طلبان بخشی از بدنه قدرت بودن و قدرت رو تقسیم کرده بودن با اصولگراها، حتی اونام هیچ وقت تلاش خاصی برای مسئله حجاب اجباری و به شکل کلی تر مسئله زنان انجام ندادن و هیچ وقت مسئله زنان نتونسته به بخشی از مطالبات اصلی اصلاح طلبا بدل بشه. فقط از اون استفاده ابزاری میکردن در مواقع انتخابات برای اینکه به رأی زنان به عنوان یه بدنه پرشمار جامعه نیاز داشتن. همه اینا باعث شده بود که سالهای خیلی طولانی زن و بدنش در واقع سلطه ای رو تجربه کنه، سرکوبی رو تجربه کنه که هم واقعا خاص و ویژه بود، چون فرق داشت با همه اعضای جامعه، یعنی مرد با اقشار دیگه جامعه، و همین که هیچ حمایتی رو نتونست جلب کنه برای اینکه بتونه در واقع یکم آزادانه تر زندگی کنه تو جامعه بعد از پسا انقلاب، جامعه بعد از انقلاب. ولی خب اتفاقی که افتاد این بود که هر بار این فضا تنگتر شد برای زنان با اومدن سرکار اومدن احمدی نژاد، تنگ و تنگتر از قبل. و برای همینم درسته که ژینا امینی قتلش اولین باره که همچین اتفاقی در این حد ناخوشایند و پرخشونت از طرف گشت ارشاد اتفاق میفته، ولی گشت ارشاد زمینه ساز خشونت های روزمره زیادی علیه زنا بوده. جدا از این مسئله، فقط گشت ارشاد نیست، مسئله یک نظام آپارتاید جنسیتی که تثبیت شده در جمهوری اسلامی، و در واقع گشت ارشاد فقط یکی از نمادهای متعین اونه که چون به شکل روزمره
با زنان در واقع برخورد داره، این رو تونسته یکم عینی تر کنه، روش بیاره به قول معروف و بتونیم ببینیم واقعیت مسئله رو، وگرنه در واقع این نظام تمام زمینه لازم برای اون چیزی که ما به اسم زنکشی میشناسیم، زنکشی حکومتی میشناسیم، فمینیسم، تمام زمینه رو فراهم کرده از طریق سیستم قانونیش و از طریق سیستم سیاسی اجتماعیش. برای همین ما قبل از ژینا امینی هم کسایی رو داشتیم مثل زهرا کاظمی، ژیلا بنی یعقوب که اینا از طریق در واقع با عناوینی مشابه چیزی که الان در مورد ژینا از طرف حکومت گفته میشه، اینا کشته شدن و هیچ وقت حاکمیت مسئولیت قتلشون رو قبول نکرد. و همین امروز بعد از قتل ژینا و اعتراضاتی که اتفاق افتاده، ما داریم باز شاهد اینیم که داره بیشتر میشه تعداد کشته شده ها. و مثلا همین امروز یک زن در مهابات که دیشب در اعتراضات شرکت کرده بود به اسم هاجر عباسی، امروز خبر در واقع در گذشتش منتشر شد. یعنی این یه چرخه است که از اوایل انقلاب شروع شده، در وهله هایی به اوج خودش رسیده، کم شده، ولی چیزی بوده که همیشه تداوم داشته و یک واقعا سرکوب سیستماتیک قبل از هر چیزی. سطوح متفاوتی داره سرکوب علیه زنان تو ایران. همونطور که اشاره کردم، این آپارتاید جنسی تو جاهای مختلف خودش رو نشون میده. بخشش مثلا به شکل قانونیه که تثبیت شده، یعنی ما یه قانونی داریم که این قانون کاملا بر اساس آپارتاید جنسیتیه و در پی حذف زنان از فضاهای عمومی، در پی حذف امکانهای مختلف برای زناست و در واقع اصلا جنس زن به عنوان جنس دوم و حتی بعضن اصلا حتی به عنوان جنس دوم هم به رسمیت شناخته نشده و این قانون هر روز اتفاقا داره بدتر میشه نسبت به قبل. بنابراین یه بخش اصلیش واقعا برمیگرده به مسئله قانون، یه بخشش اما اینه که اصلا جمهوری اسلامی از لحظه شکل گیریش هویت و موجودیتش رو در ضدیت در واقع با زنان تعریف کرده. اون چیزی که بهش میگه جمهوری اسلامی، بچه اسلامی، جمهوری اسلامی، بیش از هر چیز به میانجی مسئله زنان تونسته خودش رو متعین کنه و شکل بده به خودش. و جمهوری اسلامی برای همین بسیار اصرار داره بر حفظ وجه در واقع زن ستیزش که ماهیتش رو تشکیل میده و خیلی اصلا بر این باورن که تا جمهوری اسلامی نره هیچ وقت جمهوری اسلامی کوتاه نمیاد سر مسئله زنان و مسئله زنان تغییر نمیکنه مگر با رفتن جمهوری اسلامی. ولی یه سطحی از سرکوب رو تو همین ساختار شدت تبعیض‌آمیز خب به شکل روزمره زنان تجربه میکنن. این میتونه به شکل روزمره تو مدرسه باشه، میتونه تو محیط کار باشه، میتونه تو خانواده باشه. بعضی وقتا خانواده واقعا کمک میکنه که دولت راحت‌تر مسیر تبعیض‌آمیز رو پیش ببره یا برعکس. میتونه از خلال مذهب باشه، به هر حال نهادهای مذهبی توی ایران قدرت خودشونو دارن و اونا میتونن فشارهای خاص خودشونو وارد کنن، همونطور که خانواده فشار وارد میکنه و نهادهای محافظه‌کار دیگه فشار وارد میکنن. و در کنار همه اینا، در کنار این حجم از سرکوبی که ما میبینیم، از یه طرف میبینیم که اتفاقا زنا قدرت مقابلشون خیلی بیشتر شده، زنا توانمندتر شدن، تحصیلاتشون بالا رفته، تو فضای کار خیلی بیشتر از قبل دیده میشن، رسانه امکانهای جدیدی در اختیار زنا قرار داده. همه اینا باعث شده که بتونن در واقع هم به سطح نظری و هم در سطح عملی امکانهای دفاع از خودشون در برابر همچین سیستم سرکوبگر و تبعیض‌آمیز رو بالا ببرن، تقویت کنن. و این باعث شده که تنش بین زنان و بین در واقع اهرم‌های قدرت که به نفعشونه که این ساختار سلسله مراتبی حفظ بشه، تنش بین این دوتا گروه خیلی بالا رفته تو سالهای اخیر. ولی واقعا این یه واقعیته که سطوحش خیلی بالاست و جدیدا با بحران اقتصادی که ایران داره تجربه میکنه، در واقع سطح اقتصادی هم اضافه شده، یه جور ما سرکوب اقتصادی هم داریم. همون جوریش هم در قبل از بحران‌های جدی به این شکل، با توجه به اینکه جمهوری اسلامی در واقع سرمایه‌داری جمهوری اسلامی باید ازش یاد برد، یک نظام به شدت نابرابر به جهت اقتصادی، از نظر اقتصادی زنان همین جوریش هم از اخشار خیلی فرودست جامعه به شمار می‌رفتن. ولی الان به مراتب با بحران بدتر هم شده و به هر حال بحران‌های سیاسی، بحران اقتصادی،
مسئله سلطه و سرکوب بدن زنان، مسئله حجاب اجباری و فشارهای متعدد باعث شده که زنان در واقع خشمشون واقعا از جای به بعد سرریز کنه و به هر حال مسئله که برای ژینا اتفاق افتاد اینقدر در واقع تلخ و دردناک بود برای تمام جامعه و به خصوص برای زنها که انگار اون خشمی که سالها جمع شده بود دیگه سرریز کرد و بهانه شد برای اینکه همه زنها نشون بدن که تا چه حد از این سیستم ضربه خوردن، تا چه حد سرکوب دیدن و چقدر خستن و به دنبال تغییرن و حاضرن براش هزینه بدن، براش بجنگن و مبارزه کنن، مثل کاری که تا همین الان به سطوح مختلفی انجام دادن. مطالبات زنان مسیر یعنی مسیر متنوعی رو طی کرده تا به امروز رسیده. در برای سالهای طولانی در دوره بعد از جنگ، دوره بعد از انقلاب و بعد از جنگ، خب کلیت جامعه دست جریان اصلاح طلبی بود و تقریبا تمام جریان های چپ و گروه های مخالف دیگه کاملا سرکوب شده بودن یا کشته شدن یا در واقع زندانیایی بودن که اومدن بیرون و دیگه نتونستن مبارزه رو ادامه بدن و یا خیلی هاشون مجبور شدن تبعیدی بشن و کشور رو ترک کنن. برای همین تنها کسایی که تقریبا تونستن زنده بمونن یا در واقع بتونن نگه دارن خودشون تو فضا، بیش از همه اصلاح طلبا بودن، کسایی که به علت اینکه یک سری اصولشون رو در یک سری چیزا میتونستن به توافق برسن با جمهوری اسلامی، میتونستن موجودیتشون رو ادامه بدن در فضای بعد از جنگ و بعد از انقلاب. و به تبع خب چون اینا به جهت سیاسی گرایششون اصلاح طلبی بود، خیلی مطالبات زنان هم حول همون چارچوب صورت بندی می کردن و برای سالهای طولانی جنبش زنان در اختیار در واقع جنبشی بود که الان که بعد از سالهای طولانی بهش برمیگردیم و نگاه میکنیم میشه بهش گفت جنبش اصلاح طلب مرکزگرا، جنبشی که هم نسبت به مطالبات غیر اصلاح طلبانه در واقع تا حدی کوربین بود و نمیدید اون مطالبات رو، به نظرش خیلی رادیکال میرسید، از جمله مطالبات حجاب اجباری که تا سالهای طولانی اصلا مطالبه ای نبوده در این جنبش. این ویژگی خاص جنبش فمینیستی زنان که در واقع تیکیش بر تغییر قانون بود، خب اینم تصادفی نبود، به خاطر اینکه فکر میکردن قدم اول تغییر این قانونه که بشه فضا رو یکم دموکراتیک تر کرد و از خلال اون تغییرات بزرگتری انجام داد. برای همین هم یه شکلی از فمینیسم اسلامی در واقع دوره رایج بود در ایران. ولی اگر یک چیزی باشه که با قطعیت بتونم با در واقع زنای ترکیه به اشتراک بذارم بعد از این تجربه که ایران تجربه کرده، درسی که شاید واقعا بشه از تجربه ایران گرفت، اینه که اگر در حالت عادی اصلاح طلبی و این باور کلی هستیم که اصلا جریان اصلاح گرایانه، جریانی که در پی تغییرات رادیکال ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی نیست، در نهایت نمیتونه تبعیض زنان رو به شکل کلی ریشه‌کن کنه و همیشه حدی از تبعیض و ساختار جنسیتی میمونه، به خاطر اینکه خود سرمایه‌داری از اساس جنسیتی، دولت ساختارش از اساس جنسیتی. بعد از 20 سال دیدیم که وضعیت زنان نه تنها بهتر نشد بلکه بدتر هم شد. یکی از دلایلش، حالا دلایل مختلف داره، ولی یکی از دلایلش واقعا این بود که این جنبش به قدر کافی رادیکال نبود. مطالباتی که این جنبش داشت نمیتونست بدنه زنان جامعه رو در بر بگیره و به هر حال یه مسئله شام این بود که اینا نمیدونستن که تا وقتی که کل این ساختار در واقع مورد اعتراض قرار نگیره و خواهان تغییرش نشه، مسئله زنان نمیتونه تغییر جدی پیدا کنه در ساختاری که اساس و ماهیتش بر سرکوب در واقع بدن و روان زنها استواره. ولی اتفاق خیلی مبارکی که تو ایران افتاد این بود که جامعه رادیکالایز شد، جامعه به سمت و سوی گرایشات سیاسی با خواهان تغییرات خیلی جدیتر شد تو وضعیتش و این به شکل مشخص از دیماه 96 شروع شد، با آبان 98 تقریبا به اوجش رسید، تقویت شد. بعد از آبان 98 هم باز هم اعتراضاتی مثلا در مناطق عرب نشین ما داشتیم، در مناطق ترک نشین داشتیم، کرد نشین داشتیم، اعتراضاتی در مناطق غیر مرکزی که اینا حتی آبان 98 رو هم بهش جون دادن و همه اینا با
باعث شد که جامعه هرچی بیشتر و بهتر به سمت این بره که در واقع تنها راه حل ممکن اینه که کل ساختار نظام سیاسی اصلا بپاشه واقعا. و این برای زنان هم صادقه، جریان زنان خیلی رادیکال شده، هوشیارتر شده. تا سالها این جریان در واقع زندانیای سیاسی طبقات، زندانیای سیاسی غیر مرکز رو به رسمیت نمیشناخت، از ادبیات حاکمیت استفاده می کرد برای اینکه در واقع نتونه از اینا اسمی ببره. این جریان تغییر کرده امروز. امروز بدن همبستگیش خیلی بیشتر شده، مطالباتش فراتر رفته از مطالبات صرفاً جنسیتی و مسئله زنان، مطالبات اجتماعی شده، مطالبات سیاسی شده. شما اگر شعارهای تظاهرات اخیر رو گوش بدین، شعارها واقعاً مترقی هستن: نان، کار، آزادی، پوشش اختیاری، عدالت، آزادی، پوشش اختیاری، نه روسری، نه توسری. و میبینین که همزمان هم مطالبه مربوط به جنسیت توش هست، هم مطالبه مربوط به عدالت و برابری اجتماعی اقتصادی توش هست، و هم مسئله آزادی. یعنی جامعه فهمیده به همه اینا همزمان نیاز داره و جنبش زنان هم همینطور. برای همین اگر قبلاً ریفورمیستا و اصلاح طلبا دست بالا رو داشتن، الان دیگه سالهاست در واقع بعد از 96 مشخصا دیگه جریان رادیکال تری این رو دستش داره. البته همین جریان رادیکال هم خودش سر یه سری مسائل یه دست نیست. مثلا ما یه جریان پرو غرب داریم که تو ایران هست، به خاطر اینکه انقدر در واقع تلخی و ستم دیده از جمهوری اسلامی که فکر میکنه نقطه مقابلش در واقع یه جور پناه آوردن به دامن غرب به عنوان یه منجی که میتونه نجاتش بده. یه توهمی که در واقع تجربه کشورهای دیگه به ما ثابت کردن، جمله عراق و بقیه کشورها، که توهمی بیش نیست. ولی به هر حال این هم یه سری جریان، یه سری گرایشات اینطوری هم هست که مخصوصا از طرف فمینیستای راستگرایی که گرایشات سلطنت طلبانه دارن یا خیلی به دنبال در واقع اینن که از خودشون چهره بسازن بیشتر تو جریان فمینیست، تا اینکه هسته رادیکال اون رو تقویت کنن، خیلی از طرف این جریان هم در واقع تقویت شده این گرایش به غرب. ولی در کنار اونم ما همین همزمان در همین سالها شاهد رشد جریان های چپ دانشجویی بودیم از طرف فمینیست ها. شاهد این بودیم که فمینیست ها نشریات مختلفی رو در واقع در آوردن، متون مختلفی رو تولید کردن و همزمان نقش موثری به شکل سیاسی تو کنش‌های سیاسی داشتن. این در واقع میشه گفت این کلیت جریانه. و بعد از 98 به شدت رادیکال شده، به مطالبات اصلی جامعه پیوند خورده که همون در واقع رفتن، ساقط شدن نظام و رفتن دیکتاتوره. این پیوندی که در مورد صحبت کردین کاملا درسته و خیلی پیوند مهمیه، چون واقعا یکی از مهمترین دستاوردهای جنبش اعتراضی ایران در سالهای اخیر بوده. اینکه مسئله زنان، مسئله در واقع کارگران هست و به وقت اعتصاب کارگران زنان ازشون حمایت کردن، دانشجوها ازشون حمایت کردن و همینطور برعکس. هر وقت زنان در یکی دو سال اخیر، هر وقت زنان شروع کردن یا دانشجوها شروع کردن در واقع بخشی از بدنه جریان کارگری به اصطلاح، اونم سعی کرده حمایت خودش رو به اشکال مختلف نشون بده از اعتراضات مردمی. بخش اصلی این موضوع به این برمیگرده که جامعه رادیکال شده. جامعه رادیکال شده به این معنی که ناامید شده از هر شکلی از تغییر اصلاح جویانه در کشور و متقاعد شده تنها راه خروج از این وضعیت برای اینکه زندگی روزمره مردم حتی کمی بهتر بشه، یعنی که کل این سیستم تغییر بکنه. و این باعث شده و این همین در واقع نتیجه‌ای که بهش رسیدن باعث شده که در عمل هم مردم هم مطالباتشون فراتر بره از مطالبات حداقلی که اون موقع اصلاح طلبا تعریف می‌کردن، و هم در عمل کنش‌ها خیلی رادیکال‌تر بشه. و خود همین باعث شده که میزان سرکوب هم بالا بره. جمهوری اسلامی حجم سرکوبش خیلی در واقع تعمیق پیدا کرده تو سالهای اخیر. ما شاهد این هستیم که زنها به خاطر اعتراضهای حداقلی به حجاب 20 سال حکم میگیرن. در واقع برای جرم نکرده جوونی که خودش 20 سال سنشه باید 20 سال در واقع حبس بکشه تو جمهوری اسلامی. ما کسایی رو داریم مثل سپیده، مثل لیلا، کسایی که از فعالینی بودن که با کارگرها در ارتباط بودن، از اونا حمایت میکردن و جرم اصلیمون الان در زندان اینه. بحران اقتصادیمون جدی‌تر شده در
کشور. و خب همون بحرانی که الان ترکیه باهاش دست و پنجه نرم میکنه، همون شکل از بحران و حتی شاید بدتر شما داریم تو ایران میبینیم تو 2 سال اخیر بعد از کووید، مخصوصا بعد از کرونا. بنابراین همه اینا باعث شده که جامعه واقعا به این سمت بره که باید از همدیگه حمایت کنیم، یه اتحادی شکل بگیره و تنها راه این که بتونیم بر این در واقع سیستم قدرتمند سرکوب غالب بشیم این اتحاد و همبستگیه. و نیروها سعی کردن خودشون رو سازماندهی بکنن در حد امکانشون، با اینکه همه چیز تقریبا ممنوعه در ایران، هر شکلی از تشکلیابی، هر شکلی از سندیکالیسم، حتی چیزهایی که در کشورهای دیگه از جمله در ترکیه کاملا قانونیه و میشه از به عنوان اهرم‌های حداقلی ازشون استفاده کرد، همون هم در واقع ممنوعن در ایران. یعنی حتی اون هم ندارن مردم ایران که مبارزه میکنن. برای همین تنها چیزی که دارن اتحاد و همبستگیشونه، اینه که نیروها خودشون بتونن پشت همدیگر رو بگیرن و از همدیگه حمایت کنن. و این به نظر من از خلال مبارزه تجربه بوده که از خلال مبارزه این گروه ها در اومده و به این نتیجه به شکل خلاقانه رسیدن که باید همدیگر رو تقویت کنن برای اینکه بتونن هسته رادیکال جریان در واقع اعتراضی ایران رو هم همزمان تقویت کنن و اون رو به مسیری نبرن که شما الان جریان های اپوزیسیونی داریم که خیلی ارتجاعیان. ما الان جریان اپوزیسیون در واقع سلطنت طلب رو داریم که در پی اینه که جمهوری اسلامی با کمک کشورهای خارجی، مداخله نظامی، با کمک پولهایی که گرفته میشه از کشورهایی که دشمن ایرانن، در واقع جمهوری اسلامی رو ساقط کنن، کمک کنن برای اینکه سلطنت رو بیارن سر کار دوباره. یعنی یه چیزی که یه بار مردم براش انقلاب کردن دوباره بهشون تحویل داده بشه به عنوان یک در واقع نیروی آلترناتیو. و خب خیلی مشخصه که اکثریت جامعه با یه همچین چیزی همدل نیست و آگاهی نسبت به خطرات یه همچین وضعیتی که وجود داره و مخصوصا فعالین و مبارزین، کسایی که مبارزه میکنن تو میدان، خیلی جدیتر این خطر رو حس میکنن و سعی میکنن اتحاد و همبستگی بین خودشون رو تقویت کنن که بتونن همزمان هم در مقابل جمهوری اسلامی وایسن و هم در واقع اپوزیسیون ارتجاعی رو کنار بزنن. جریان زنان هم جدا نیست، اونا بخشی از همین جریان کلی هستن. شاید اولین و مهمترین چیزی که بخوام بگم اینه که اتحاد منطقه‌ای خیلی مهمه برای جریان فمینیستی در خاورمیانه. یعنی یک سطحی از خواهرانگی، یک سطحی از همبستگی ترانسنشنال و بین‌المللی ما فراتر از مرزهای حتی خاورمیانه باید بتونیم با تمام فمینیست‌های رادیکال جهان وصل بشیم، ولی یه بخشش هم واقعا اتحادهای منطقه‌ایه. شما تو همین قضیه که اتفاق افتاده اگر نگاه کنین، شعار جنجیان آزادی در واقع تبدیل شد به مهمترین شعاری که تو تمام شهرهایی که معترضین به خیابان رفتن شنیده میشه. تو تمام ویدیوها میبینیمش، شعار همه جا نوشته شده، پخش شده، خونده شده. این شعار شعاری بوده که در واقع مرزها رو رد کرده که به ایران رسیده. این خیلی مهمه، این نشون میده که این اتحاد خیلی ارزشمنده. درسایی که ما میتونیم از هم دیگه بگیریم خیلی تعیین کننده از جنبش مبارزات در واقع جنبش فمینیسم در ترکیه. همیشه الهام بخش ما زنا بوده در ایران، همونطور که جنبش کردها در واقع تونستن جنجیان آزادی رو تبدیل کنن به بخشی از مبارزات کل جریان فمینیسم در ترکیه، اون رو برسونن به روژاوا، اون رو برسونن به ما که زنای کرد هستیم در ایران. و همون زنای کرد در ایران تونستن برای اولین بار تو سقز از این استفاده کردن که شهر کردنشینی بود که توش به خاک سپرده شد در واقع ژینا، و روز خاک سپاریش شعار جنجیان آزادی رو سر دادن که تبدیل شد به شعار کل کشور و کل اعتراضات. الان حتی کسایی هم که با در واقع ریشه این شعار آشنا نیستن و نمیدونن که این شعار ریشه مبارزاتیش از کجا میاد، از جریان در واقع حزب کارگران کردستان اومده، از مبارزات زنان از اونها اومده، حتی اونها هم که با این جریان آشنا نیستن الان دارن از این شعار استفاده میکنن. و این قدرت بی‌نظیر واقعا مبارزات فرامرزی و منطقه‌ای زنان رو نشون میده. اتحادی که در مسئله ژینا بین مسئله، یعنی همبستگی و یک دستی که
اتفاق افتاده حول مطالبات زنان که تبدیلش کرده به مطالبه کل جامعه، نشون میده که مسئله زنان جدا از مسائل دیگه نیست، مسئله زنان فقط مسئله خود زنان نیست، مسئله کل جامعه است، مسئله دموکراسی، مسئله آزادی و مسئله عدالت اجتماعی و برابری. بنابراین یک جامعه نمیتونه به هیچ کدوم از این مطالبات در واقع سیاسی اصلیش دست پیدا کنه اگر نتونه مسئله ستم جنسیتی رو حل کنه به شکل مناسبش، همونطور که ستم‌های دیگر هم باید بتونه در خودش پوشش بده. اینا درس هایی که ما میتونیم از همدیگه بگیریم و با هم به اشتراکش بذاریم و در نهایت یک همبستگی منطقه‌ای علیه دولت های مرد سالار، علیه گروه های ارتجاعی مثل نیروهای اسلامگرای مرد سالار اتفاق بیفته و همچنین علیه جریان های ارتجاعی که تقویت کننده در واقع نابرابری سرمایه دارانن و هشت به دنبال در واقع افزایش تبعیض های اقتصادی اجتماعی تو جامعه. این قدرت وقایع که بحران درست میکنن و زنان میتونن از اون بحران ها به نفع خودشون استفاده کنن. این بار این بحران خیلی آگاهانه و خیلی در واقع میشه گفت هوشیارانه زنان ایران ازش استفاده کردن و مطمئن باشیم که همه ما میتونیم هم تو ترکیه هم تو ایران از بحران های بعدی به نفع خودمون و برای تقویت جریان زنان استفاده کنیم.